Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكل ظاهري پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نسب محمد صلی الله علیه و سلم. وای محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن وای بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدریک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وعدنان من ولد اسماعیل ذبیح بن ابراهیم خلیل علیه السلام است. نسب محمد صلی الله علیه و سلم قطعا بهترین نسب نسب مردم است. در حدیث آمده است که هرقل پادشاه روم به ابو سفیان رضی الله عنه گفت سألتك عن نسبه فذكرت انه فیکم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. از تو درباره نسبش پرسیدم، گفتی در میان شما صاحب نسب و اصیل است. پیامبران همین گونه هستند، با نسب قوم خویش مبعوث می شوند. انتخاب پیامبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله اصطفى کنانه من ولد اسماعیل و اصطفانی و اصطفى قریش من کنانه و اصطفى من قریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی هاشم. الله تعالی کنانه را از نسل اسماعیل قریش و قریش از کنانه و بنی هاشم را از قریش و من را نیز از بنی هاشم برگزید. نام های پیامبر صلی الله علیه و سلم. تمام اینها صفات هستند و علم محض نیست که برای معرفه کردن استفاده شود، بلکه اسمهای هستند که از چند صفت گرفته شدند. این صفتها معنا مدح و کمال دارند. از جمله آن محمد مشهورترین نام پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در تورات نیز به آن تصریح شده است. معنای کسی که مسئولیت‌های ستوده نیز یاد دارد. احمد یعنی ستوده‌ترین آفریده الله ساکنان زمین و آسمان و دنیا و آخرت او را به خاطر خوبی‌های زیادش به می ستایند. مسیح علیه السلام وی را به همین نام می‌خواند. المتوکل وی در استوار نمودن دین الله فقط بر الله توکل نمود، نه بر کسی دیگر. المحی الله تعالی با او کفر را محو نمود و کفر بدین گونه محو نگشته بود. الحشر مردم با آمدن او گرد می آمدن و گویا آمده است تا مردم را گرد آورد. العاقب پیامبر صلی الله علیه وسلم پیامبر بعد از او نیست و او خاتم پیامبران است. القفی کسی که در پیامبران پیشین آمد و الله او را پس از پیامبران آورد. نبی توبه الله با او دروازه توبه را بر زمینیان گشود و توبه آنان را بخشید، آن گونه که چنان بخشیده نشده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر از سایر مردم توبه و استغفار می نمود. نبی الملحمه برای جهاد با دشمنان الله فرستاده شد. هیچ پیامبر و امت مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم و امتش جهاد نکردند. نبردهایی که برایش رخ داد بی سابقه بود. نبی الرحمه الله تعالی او را مایه رحمت و مهر برای جهانیان فرستاده با او بر تمام زمینیان رحم نمود. مؤمنان سهم بیشتر از رحمت و لطف او دارند و کافران و اهل کتاب در زیر سایه و پیمان او زندگی میکنند. الفتح الله تعالی دروازه هدایت خویش را با او گشود. چشمهای نابینا، گوشهای ناشنوا و قلبهای بیخبر را آگاه ساخت. الله با او سرزمینهای کافران را فتح نمود و دروازه های بهشت را گشود و راه‌های علم سودمند و کردار شایسته را باز فرمود. الامین وی برای این اسم شایسته ترین است. امانتدار وحی و دین الله است. امین ساکنان آسمان و زمین است. کافران قریش هم بر او را پیش از بعثتش امین نامیدند. البشیر بشارت دهنده فرمانبردار الله به بهشت است و هشدار دهنده سرکشان او به دوزخ. سید ولد آدم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا سید ولد آدم یوم القیامه ولا فخر، من سرور فرزندان آدم در روز رستاخیز هستم و این مایه فخر فروشی نیست. از سراج المنیر آن کسی که بدون هیچ شعله روشنایی میبخشید. او بنده است که عبودیت او کاملا است زیرا مراتب عبادت را کامل نمود. چکیده ویژگی های از پیامبر صلی الله علیه و سلم. کاملترین وابستگی پیامبر صلی الله علیه و سلم همان است که خود را به آن توصیف نمود. انا محمد عبد الله و رسوله ما احب ان ترفعنی فوق منزلتی التي انزلنی الله عز و جل.
من محمد بنده و فرستاده الله هستم. نمی پسندم که مرا بالاتر از آنچه الله مرا فرستاده بدانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم خوش اخلاق ترین و زیباترین انسان بود. الله تعالی فرمود: و انک لعلی خلق عظیم. سوره قلم، ترجمه: و تو اخلاق با عظمت دارید. عایشه رضی الله عنها می گفت اخلاقش قرآن بود، به قرآن عمل می نمود و حدودش را نگاه می داشت. خوشنودی یا ناراحتیش به خاطر الله بود. خلیل الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ان الله اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراهیم خلیلا. الله مرا به عنوان خلیل برگزید، همان طور که ابراهیم را خلیل برگزید. بدن گرامیش. انس بن مالک رضی الله عنه می گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم روشنترین رنگ را داشت، عرقش گویا مروارید بود، با صلابت راه می رفت. دیبا و ابریشم نرم تر از دست رسول الله صلی الله علیه و سلم لمس نکردند. مشک و عنبر خوشبوتر از او از بوی رسول الله صلی الله علیه و سلم حس نکردند. قامتش. برا بن عذب رضی الله عنه می گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم قامت متوسط داشت، میان دو کتفش پهن بود، بلندی مویش تا نرمی گوش می رسید. او را در لباس قرمز که دیدم هرگز چیزی زیباتر از او ندیده بودم. چهره اش. کعب بن مالک رضی الله عنه می گفت باری بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام کردم و چهره اش از شادی می درخشید. هرگاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشحال می شد چهره اش روشن می گشت، گویا تکه از ما هست و ما به خوشحالیش پی می بردیم. از براء رضی الله عنه پرسیدند آیا چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند شمشیر بود؟ گفت خیر، بلکه همچون ماه بود. موبش. انس بن مالک رضی الله عنه می گفت دستان پیامبر صلی الله علیه و سلم صدبر و ورزیده بود، چنان دستانی ندیده بودم. موهای پیامبر صلی الله علیه و سلم صاف و بدون فر و نرم بود. چشمانش. جابر بن سمره رضی الله عنه می گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم دهان گشوده داشت و در سپیده چشمانش کمی سرخی بود، پاشنه های ظریف و کم گوش داشت. عرقش. انس بن مالک رضی الله عنه می گفت روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد من آمد و خواب قیلوله کرد و عرق نمود. مادرم با ظرف آمد و عرقش را در آن جمع نمود. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم بیدار شد و فرمود ای ام سلیم چی میکنی؟ گفت این عرق شماست که برای عطر استفاده میکنم، چون خوشبوترین عطر است. مهر نبوت. مهر و نشان نبوت میان دو شانه پیامبر صلی الله علیه و سلم برجسته بود. جابر بن سمره رضی الله عنه میگفت مهر نبوت را بر شانه اش دیدم که همچون تخم کبوتر در بدنش واضح بود. بزرگداشت اصحاب از او. عمرو بن عاص رضی الله عنه می گفت هیچ کس را بیشتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست نداشتم و کسی در نگاهم از او بزرگوارتر نبود. به خاطر بزرگیش با او چشم ندوختم. اگر از من بخواهند توصیفش کنم نمیتوانم، چون بخیره نشدم. روزی حدیبیه عروه بن مسعود سقفی در توصیف پیامبر صلی الله علیه و سلم به قریش گفت به الله سوگند ندیده بودم که مردم پادشاهشان را گرامی بدارند، آنگونه که یاران محمد صلی الله علیه و سلم او را گرامی می‌دارند. به الله سوگند اگر آب دهان یا بینی اش بر دست کسی می‌افتاد آن را بر چهره و بدنش می‌کشید. اگر به آنان دستوری می‌داد بیدرنگ به آن می‌شتافتند. اگر وضو می‌گرفت نزدیک بود برای رسیدن به آب وضویش بجنگند. وقتی سخن می گفت صدایش را در نزدش پایین می آورد. نگاهشان را برای بزرگ داشتن به او خیره نمی کردند. هدفش در رابطه با الله. عبدالله بن شخیر رضی الله عنه می گفت گفتم تو سرور ما هستی؟ وی گفت سید و سرور الله تبارک و تعالی است. گفتم بهترین و بزرگوارترین ما هستی. فرمود قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. چنین میگویی ولی شیطان شما را بد گفتن نکشاند. شجاعتش. علی رضی الله عنه میگفت وقتی نبرد دشوار میشد و جنگ تن بتن میگشت به رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه ببردم و از همه ما به دشمن نزدیکتر بود. ترسش از الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اما والله اینی لاخشاکم
اخشاكم الله واتقاكم له. با الله سوگند من بیش از شما به از الله ترسان هستم و پروا دارم. خوبی کردنش به خانواده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما بهترین برای خانواده اش است و من بهترین شما برای خانواده ام هستم. شرم و حیایش. ابو سعید خدری رضی الله عنه می گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم بیش از زیبارویی که در حجابش بود شرم و حیا داشت. وقتی چیز ناپسند را می دید از چهره اش متوجه می شدیم. آسانگیری. عایشه رضی الله عنه می گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم میان دو کار آسانترین را بر می گزید. البته اگر گناهی بر آن نبود، اگر آن کار گناه داشت بسیار دور می شد. برای خودش مجازات نمی کرد. عایشه رضی الله عنه می گفت: والله سوگند هرگز به خاطر کسبی چیزی به سود خود نجنگید و انتقام نگرفت تا حریم آلای شکسته نشود. به خاطر الله جنگید و مجازات کرد. از غذا عیب. عایشه رضی الله عنه می گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز از غذا عیب نگرفت. اگر می خواست می خورد و اگر دوست نداشت نمی خورد. هدیه را می پذیرفت. عایشه رضی الله عنه می گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه را می پذیرفت و جبران می نمود. صدقه نمی خورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: این آل محمد لا یأکلون الصدقه. خاندان محمد صلی الله علیه و سلم صدقه نمی خورند. تواضعش. عقبه بن عامر رضی الله عنه می گفت: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و با او سخن گفت در حالی که پهلوهایش می لرزید. پیامبر صلی الله علیه و سلم با او فرمود: حون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرئه تأكل القديد. به خودت سخت نگیر، پادشاه که نیستم، فرزند زنی هستم که گوشت خشکیده میخورد. خدمتش به خانواده. اسود بن یزید رحمه الله میگفت: از عایشه رضی الله عنها پرسیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه چی میکرد؟ گفت در خدمت خانواده اش بود. وقت نماز که میشد به نماز میرفت. بی‌وجه به افراد نادان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تعجب نمی‌کنید که الله چگونه مرا از دشنام و لعنت قریش دور ساخت؟ مرا بسیار ناسزا می‌گویند و نکوهیده می‌خوانند، اما من ستوده هستم. راستگویی او. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می‌گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم صادقانه و تایید شده با ما سخن می‌گفت. فرد صبور و متواضع بود که از اصحاب بازشناخته نمی‌شد. انس بن مالک رضی الله عنه می گفت: در مسجد نشسته بودم که مردی با شتر وارد شد. شتر را در مسجد نشاند و بست. سپس گفت: کدامتان محمد است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در پشت سر تکیه زده بود. گفت: این مرد سپید که تکیه زده. آن مرد گفت: ای پسر عبدالمطلب. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: بفرما. مرد گفت: ای محمد، سوالات از تو می پرسم، صریح پاسخم را بگو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: هر چی میخواهی بپرس. مرد گفت: تو را به پروردگارت و پروردگار مردم پیش از تو سوگند میدهند. آیا الله تو را به سوی تمام مردم فرستاده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: یا الله، بله. گفت: تو را به الله سوگند میدهم. آیا الله به تو فرمان داد که نمازهای پنجگانه را در شبانه روز به جا آوری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: یا الله، بله. گفت: تو را به الله سوگند می دهم، آیا الله به تو فرمان داد که این ماه را روزه بگیری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: یا الله، بله. گفت: تو را به الله سوگند می دهم، آیا الله به تو فرمان داد زکات را از ثروتمندان بگیری و میان مستمندان تقسیم کنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: یا الله، بله. مرد گفت: به تو و دعوتت ایمان آوردم. من فرستاده گروه از قوم خود هستم، زمان بن ثعلبه برادر بنی سعد بن بکر. اخلاقش با خدمتکار. انس رضی الله عنه می گفت: 10 سال خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم را کردم، با الله سوگند هرگز به من اف هم نگفت. اگر کار کردم نگفت که چرا این چنین کردی، و اگر کار نکردم نگفت چرا چنین نکردی. خوراکش. عایشه رضی الله عنه می گفت: خانواده محمد تا پیش از فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم درست پیاپی از نان جو سیر نخورد. زهد پیامبر صلی الله علیه و سلم در دنیا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: دوست ندارم که دیناری در اختیار داشته باشم و زمان بر من بگذرد و آن را نزد خود نگه دارم، مگر برای پرداخت بدهی یا آن این که بگویم آن را میان دیگران تقسیم کنم.
دشنام نمیداد. عایشه رضی الله عنها میگفت پیامبر صلی الله علیه و سلم ناسزاگو و بددهان نبود. در بازارها فریاد نمیزد و بدی را با بدی جواب نمیداد، بلکه میبخشید و گذشت میکرد. دست زن را لمس نکرد. عایشه رضی الله عنها میگفت دست رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز دست هیچ زنی را لمس نکرد. خانه و زندگی. عمر رضی الله عنه میگفت نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم، وای بر حسیر خوابیده بود، کنارش نشستم، از اثر حسیر بر پهلویش بود. گنجه رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که مشت جو حدود 1 کیلو بود، همان مقدار هم دانه قرص برای دباغی در گوشه اتاقش وجود داشت. پوست دباغی نشده نیز در آنجا آویزان بود. بگیری افتادم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به خاطر چی گریه میکنی ای پسر خطاب؟ گفتم ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، چرا گریه نکنم در حالی که این حسیر بر پهلویت اثر گذاشته؟ در گنجت همین است و قیصر و کسری در بوستانهای پرمیوه و پر آب بسر میبرند. تو رسول الله صلی الله علیه و سلم و برگزیده او هستی و گنجه تو این است. فرمود ای پسر خطاب، مگر دوست نداری دنیا مال آنها باشد و آخرت مال ما؟ گفتم آره.